شهادات بسیار جالب و شنیدنی است. اما خانم نوروزی اجازه بدید از تهران به من خبر میدن که هموطنی پای خط هست، صحبتشون رو بشنویم بعد گفتگو رو ادامه بدیم. با عرض سلام حضور شما هموطن عزیز، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام از ما بفرمایید. سلام میکنم به تمام اشرافیان، به خواهرانم، برادرانم، برادر مسعود، خواهر مریم. این پیروزی را به همه تون تبریک میگویم، به همه تون. به خدا اونقدر هیجان زده شدم که اصلا نمیتونم حرف بزنم. سه روز اونقدر هیجان شیرینی خفت کردم طرف خود، یه همه شیرینی خفت کردم. دیوان من نمیتونم دیگه چی بگم، اونقدر خوشحالم، اونقدر خوشحالم که نمیتونم. به همه تون تبریک میگم برای این پیروزی را. بفهمید. ما هم به شما مادر صمیمانه تبریک میگیم، همیشه خوشحال و همیشه شاد و سرفراز باشید. ممنون باشید. انشالله دیگه منتظرتون هستیم. ما سرم خودمو آماده کنم برای اومدن شما. خواهش میکنیم مادر، ما از تمام حمایت‌های شما بسیار بسیار ممنونیم، خیلی برامون ارزشمنده و بسیار التماس دعا داریم. انشاءالله که به زودی زود ریشه آخوندها رو از مرز و بوم ایران برمیکنیم. انشاءالله انشاءالله بیروز باشین. انشاءالله ما تقریبا هستیم دیگه. خدا حافظ. خدا حافظ شما مادر. خدا نگهدارتون. بله به من اطلاع میدن که تماسی داریم از آمریکا. بفرمایید. هموطنی که از آمریکا تماس گرفتید بفرمایید. الو سلامت کردم. سلام علیکم. بفرمایید. خسته نباشی خواهر. تبریک عرض میکنم. انشالله که مبارکه. بالاخره حق با کرسی میشه. خواهرم دولت نوروزی واقعا خسته نباشید. واقعا خسته نباشید. این پیروزی بسیار مهمیه. و همینجور که خب به حق گفتید همه اینا معیق نمیشد اگر که اشرفیان نمیستادن. میخوام جای شهدارم خالی کنم و بگم که این چه میگم آغاز یک پایانه. گرچه خوشحالیم همه، هر که خوشحالی از این ولی کار زیاده و انشالله به پیش خواهیم رفت. ولی باز بخوام من یه مقدار احساساتی شدم، ولی همینقدر میخواستم که تبریک خودم رو گفته باشم و این که بگم تازه اول راهیم، کار مونده، کار زیاده و انشالله به همیاری خدا، رهبری مسعود مریم، به ایستادگی اشرفیان و پایداری تمام هواداران این مقاومت در اقصا نقاط دنیا انشالله که به این حق و حق به کرسی خواهیم نشوند. و کلا که این آخوندهای وحشی، وحشی خویم نه، وحشی و درنده رو از ایران انشالله برخواهیم کرد. من وقت رو نمیگیرم، شما توضیحات لازم دادید، از تلویزیون گوش میکنم. ممنونم. خسته نباشید. به حق شما همه چی رو گفتید و خیلی ممنونم از این که همین چیزایی رو که تو دل ما بود شما به بهترین نحو بیان کردید. با تشکر از دوستمون مسعود و سلام میکنم به هموطنی که از سوئد با ما در تماس هستید. بفهمید. خواهش میکنم. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام از ماست. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. منم خواستم به نوب خودم این موفقیت بزرگ رو تبریک بگم به همگی شماها، به خواهر عزیزم خانم نوروزیان و چجوری بگم به برادر مسعود، اون مرد واقعا مرد تاریخ، تاریخ و ایران زمین رو عوض خواهد کرد واقعیتش، و همچنین به خواهر عزیزمون خانم مریم رجبی، به هر از مندگان شهر اشرف، اون شهر شرف و پایداری و همگی هواداران و هر کسی که با قول معروف دلش برای این معاملات، برای این ایران میتپه، برای آزادیش، همه رو تبریک بگم. و به شهدا، به هر کسی که با قول معروف فقط این آرزوش بوده که سازمان پیروز بشه ایشالله هرچه زودتر با موفقیت بیشتر،
اینا سیاهی بهت میگن به عوامان سیاهی به زغال میمونه، اینا روحشون سیاه خواهد موند و همیشه سیاه خواهد باشه و تا زمانی که ما برادر رو داریم هیچ غمی نداریم و همچنین رزمندگان و تک تک شماها. انشاءالله امیدوارم پیروز و موفق باشین و بیشتر و بیشتر پیروزی به دست بیاد. من دیگه اینقدر هیجان زده شدم نمیتونم. من خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. شدم برم مستقر. خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. اگه اجازه بدی یک تماس داریم از ایران. هموطنی که از ایران تماس گرفتید بفرمایید. درود شما بر برادران و خواهران و اعضای شورای ملی مقاومت. به نام خدا، به نام حق، به نام عدالت، به نام آزادی، به نام برابری و قسط، به نام حق و حقیقت. درود خدا بر عدل و عدالت، درود خدا بر وجدان‌های بیدار و باشرف که با تمامی توطئه‌ها و زد و بندهای مماشات تسلیم خواسته‌های و نابرابری‌ها و همکشی‌ها نشدند، چون اشرف چون دژی استوار و مقاوم در برابر بی‌عدالتی ایستادند و مقاومت کردند تا حق و حقیقت را و عدل و عدالت را یکی پس از دیگری برای خلق قهرمان ایران نمایان کنند و جهان و وجدان‌های بیدار را به حرکت و بیداری و با داشتند تا در هر دادگاه و در هر کنفرانس و در هر جلسه و شورا این چنین حق و عدالت و حقوق مجاهدین پیام و خون شهدا چون لعل می‌درخشد و ظلم و بی‌عدالتی و تاریکی را در هم می‌شکند و صبح و پیروزی را هرچه نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. به مردم و وجدان‌های بیدار و با شرف امید پیروزی را نوید می‌دهد. به آنان که در یأس و سرخوردگی و ضعف و ناامیدی به سر می‌برند این بشارت را می‌دهد که حق و عدالت با تمامی دجالگری و شیادی و بی‌شرفی آخوندها پیروز است. درود خدا بر مسعود و مریم و مجاهدان با شرفی که ما و ملت و هواداران آنها دست شجاعت و شرافت و صداقت در منجب آنها آموختیم. درود خدا و خلق خدا بر کوه مردان مجاهد شهر شرف. درود خدا بر شیرزنان آگاه و مجاهدان با شرفی که مردانگی در رکاب آنها دست جوانمردی آموخت. فرید از دمدیان 11986. خدافظ. قربان تو فرید عزیز، خدا نگهدار و ما هم به تو درود میفرستیم و آرزوی موفقیت و پیروزی هرچی بیشتر برای تو و بقیه دوستانت داریم. آیتودی خانم نوروزی در توضیحاتی که دادن البته میدونم خیلی جای بحث بیشتر مفصلتری هست از سابقه حمایت‌های نمایندگان پارلمان انگلستان از مقاومت ایران و نقششون در این پیروزی که مقاومت به دست آورده. من میخواستم سوالی رو با شما مطرح بکنم در مورد همین حکمی که بالاخره در اثر همین تلاش‌ها و کوشش‌هایی که این مقاومت به خرج داده، حامیانش به خرج دادن، نهایتاً دادگاه انگلستان حکم داد و دستور داد به وزیر کشور انگلستان که اسم مجاهدین رو از لیست تروریستی خارج کنه و لایحه مربوطه رو به پارلمان انگلستان ببره. من میخواستم از جنبه سیاسی، از بعد سیاسی این مسئله سوال کنم که حائز چه اهمیتی هست و چه پیامی رو به دنبال خودش داره این حکم؟